و ادامه محور باز هم خوش آمدید و در این بخش برنامه درباره مسائل امنیتی و رویدادهای ضد امنیت و ادامه قتلهای هدفمندانه در پایتخت افغانستان و برخی از شهرهای دیگر کشور گفتگو و بحث خواهیم کرد مهمانانم در این بخش آقای زیا ورسجی عضو دفتر رسانایی معاونیت اول ریاست جمهوری و آقای میرزا محمد یارمند آگاه مسائل نظامی اینجا در استیدیو با ما هستند خیلی خوش آمدید مهمانان به برنامه آقای ورسجی از جلسات ششونیم آغاز بکنیم ادامه داره؟ بنام خدا بار سلام خدمت شما جناب و تلویزیون بله جلسات ششونیم طبق معمول اما ادامه داره به شکل گذشته به شکل گذشته ما تنها تعداد فرق میکنه ما در گذشته نزدیک به 70 نفر از جلسات ششونیم بود و حال صد این رسیده به 25 نفر که سطح رهبری ملکی و ادارات نظامی کابل داخل هستند در نیم. راضی هستین از آنچه که در جلسات بحث شد و نتیجه ای که تا فعلا داشته جلسات ششونیم تاکنون ما به عنوان مجریان ششونیم راضی هستیم از کارکرد ما از نتایجی که ما به دست آوردیم و از نحوه کار را که ما تاکنون تا به پیش گرفتیم چی در بحث نظم شهری مبارزه با توریسم و جرایم جنایی در شهر کابل اما ما بیشتر برای نیازمند مندی مردم کابل کار میکنیم و انتظار داریم که مردم کابل از وضعیت راضی باشند رضایت رضایت از او برای ما اولویت داره نسبت به رضایت شخصی درست ولی بله در هر 24 ساعت در بسیاری 24 ساعت ها در کابل و برخی دیگر از شهرها کمتر از ده نفر گاهی سه تا چهار تا 5 تا از شهروندای کشور کشته میشن ترور میشن رویدادهای های زده امنیت رخ میده جلوی مسائل گرفته نشده آقای برسجی فکر میکنین جلسات ششونیم نتانسته مجریایی که مسئول هستند ناکام هستند مسئله چی از شما ریشایابی کرده کردین گاهی؟ خب ده ای جای شک نیست که ما عملا در گیری جنگ هستیم با گروه های و دیگر شبکه های در افغانستان ششونیم توانسته از اندک از عملات را فروکش و کاهش بده هم در بحث جرایم جنایی که ما به یک دستاورد قابل ملموسی دست پیدا کردیم اگر ما یک ارزیابی بکنیم ما قبل ششونیم را بعدش در جریان ششونیم نتایج قابل ملموسی هم برای ما داره و هم رضایتمندی مردم کابل را که ما ارزیابی میکنیم از رضایتمندی مردم کابل منشا میگیره قصه دیگه که ما در بحث مبارزه با توریسم پیشرفت بسیار زیادی داریم ما توانستیم که جلوگیری بکنیم از موج ماین های چسبکی ماین های کنار جاده و ماین های مغناطیسی ما توانستیم جلوگیری بکنیم از حملات دهشت افغانانه گروه های توریستی ما توانستیم که نفوذ بکنیم در میان گروه های شبکه های توریستی با آنکه شبکه های توریستی استایشان را بسیار کوچک و ریز ساختن اما ما با مدیریت پیگیریانه و ریزی را که جلسات ششونیم داشت توانست که نفوذ بکنه در میان این حلقات من مطمئن هستم مین صاحب هم دسترسی دارن به آماری که روزانه گرفتاری را که داره امنیت ملی افغانستان داره روزانه گرفتاری را که پلیس کابل داره این نشان نشان دهنده پیشرفت ما در کار است که ما در بحث نصب کامره امنیتی تانستیم هم در دستگیری علاقات جرمی و هم در کاهش جرم در شهر کابل مفیدیت خودش داشته در یه جای شک نیست اما اگر ما ما قبلش شونیم را که وقتی که ما یک چشمانداز نسبت به گذشته خود داشته باشیم ولی برای ما قطعا رضایت بخش است ما دیگر از جرایم جنایی خوشبختانه در هفته شاید یک یا دو تا قتل ولی یک که... ماه پیش از جلسات ششونیم را شما نشان بتیم که نزدیک به 700 کشته و زخمی داشته باشه در ماه گذشته 700 نفر کمتر و بیشتر از 700 نفر یا جان باختن یا زخمی شدن در انفجار انتحار حمله های هدفمندانه و خب دیگر در کل اف... در کل افغانستان است بله. چون مدیریتش کار ششونیم بیشتر فوکسش و کارکردش بیشتر بر شهر کابل بود اما در پیش از ششونیم مردم کابل را میرم بیاد دارن و از طریق رسانه شما ما, ما میشینیدیم که از ترس و لرز تا از دست جرایم جنایی بیرون شده نمیتونستن بحث امارات توریستی را با کنار بگذاریم ام. اما الا خوشبختانه ترس ببینین وقتی که ما ششونیم را آغاز کردیم آمار دزدی موتر بالای چل بود وارد در چل اش در بلی در در سعت ما آمار دو تا سه داریم آمار جرایم جنایی خصوصا موبایل دزدی بالاتر از 60 تا 70 بود ما حالا پایین تر از ده داریم کی بیانگری است که در ششونیم تأثیرات مثبت خودش را داشت در ای جای شک نیست که ما نیازمند کمک مردم خودمان هستیم درست. هر شهروند بعد احساس مسئولیت بکند در شناسایی و راپوردهی به به نهادهای امنیتی در گذشته هیچ کس اعتماد نمیکرد که راپور امنیتی را به شماره 119 یا به شماره 100 بده چون حالا ما هر راپوری که به 119 و به شماره 100 میآید ما عمیقا روی ازو میپردازیم و مسئولین مربوطه اش دعوت میکنیم ازش گزارش پیگیرانه و جدی میخوایم و هم روزه را شخص معاون اول رئیس جمهور روزمره پیگیری میکنه از خاطر حالا اعتماد مردم به پلیس برگشتن اعتماد مردم به امنیت ملی برگشته اعتماد مردم به مراجعی که پلیس ساخته بود که این برگشتن اعتماد نشان دهنده کاری است که ششونیم توانست انجام بده سپاسگزار آقای یارمند ولی با تمام اینها وضعیت هنوز شکننده است مردم نگران هستند هر روز سر و صدای مردم بالاست نهادهای امنیتی را به بی‌پروایی و حتی کمکاری و حتی بی‌ظرفیتی متهم سازند فکر میکنین چرا وضعیت بهبودش <تصفح> به یک خواب و خیال مبدل شده بسم الله الرحمن الرحیم با درود خدمت شما و ایمان گرامی شما جناب ورسایی سی و بیننده شما سه سال میشه در افغانستان جنگ است بچه که یک, یک ساله بوده سه ساله شده در محیط خشونت کلان شده در پلوی ازی فقر است در پلوی ازی بیکاری است در پلوی ازی دشمنی ها است و در پلوی ازی سبوتاج های امنیتی است که از خارج گروپ ها به شکل سازماندهی شده اعمال را مرتکب میشن ای خارج از که ما دایش داریم خارج از که حرکت انصار الله تاجیکستان داریم خارج از که مثلا ما امارت قزاقستان داریم خارج از که جنبش اسلامی ترکستان شرقی است خارج از که جنبش اسلامی ازبکستان سایر گروه ها ما ای دچار این قسم یک مشکل هستیم در این طور حالت طبیعی است که امو اسباب جلب و جذب پدیده های جرمی چه در بخش تروریستی چه در بخش جنایی چه در بخش سبوتاج های اقتصادی و سبوتاج های امنیتی رشد میکنه خاصتاً که ما در باب نفوس و حاکمیت و قلم رو که تعریف نظام و دولت است که یعنی باید نفوس داشته باشه بالای نفوس خود حاکمیت داشته باشه و قلم روش هم مشخص تحت کنترولش باشه ما این چیز فعلا نداریم به دلیل از اینکه ما ساحات ناامنی داریم که دسترسی نداریم به می ترتیب مثلا در نتیجه این یک وزنه گرانه که بالای شانهای نیروی امنیتی وارد شده که سرحدات باز است هر نوع پرازیت و میکروب تروریستی در اینجا وارد شود و تردد بکنه توان شبکه سازی بکنه در این یک وضعیت اگر ما بخواهیم از نیروهای امنیتی موجزه بخواهیم فکر میکنم جفاست نیروهای امنیتی ما نه کمکارن نه غافل هستن نه به انگیزه هستن جنگ فرسایشی است و در پلوی از این اختلافاتی که سیاسیونی افغانستان داره اینا را یکی را در جان دیگه درگیر ساخته ای میدان بیخی باز میکنه و قسم جرایم کشور پس بی سرپوش از دیگه خب روی هم رفته من میخوام که خدمت شما عرض کنم که دستاوردهایی که پلیس داره دستاوردهایی که امنیت ملی داره با امی قسم یک وضعیت آشفته ای قابل افتخار است این قدر توان دارن اینا آه اگر ما سرحدات خوده در کور کمره بگیریم سطر باشیم اگر شهر کابل مثلا از ده سال پیش پانزده سال پیش نکواری کمره گرفته می شد اگر امنیت ما به شکل قوای بشری با مهارت و به همین ترتیب مثلا با تکنولوژی مدرن امروزه تامین میکردیم سیستم امنیتی می ساختیم مشکل ما خب نداشتیم این کاره؟ مردم هر سال یا هر چهار سال پنج سال بعد پای صندوق رای میرن حکومت انتخاب میکنن برای بهبودی وضعیت اخوی یارمن میگه گرچه طاقت ها جوانی میکنند ناتوانی ناتوانی میکنند ام. کشوری که پیسه نداره کشوری که اقتصاد نداره کشوری که من پیشتر ارز کردم اینی اسباب همه جمع میشه در این طور یک وضعیت این طور نیسته که به حساب همه چیز خوب است و تنها امی این یک بیش وجه نیازهای امنیتی نمیتونه که تر از امو, امو جامعه مدنی و جامعه بومی کشور خود باشه. به با اصطلاح دیگه اینمی اینمی چی هست اینمی افغانستان است، اینمی رقم مردم است، اینمی رقم سیاست مدار داره و اینمی رقم نیروی امنیتی داشته باشه. به بب... اساس تحلیل شما این مردم مردم ای افغانستان محکوم هستند به کشته شدن. هر روز باید کشته شدن. ببینید <applause> مردم افغانستان خداوند اینا رو آگاه بسازه بله خدا یا سازه آگاه بسازه که در بدل پیسه رای نتن خدا اینا رو آگاه بسازه که در شوکات میارای قومی زندگی نکنن خدا اینا رو آگاه بسازه که امو, امو دیدی از اینا چنان یک دیدی امو جرف بینانه و حقیق حقیقت بینانه باشه که بالای از اینا اثراتی که سبب شکستش در بین انسان ها و اقوام میشه در بین سیاسیون میشه این ای ای اثرات باید به ظهور نرسه ما بتانیم یک ملت آگاه داشته باشیم من پیشتر هست کردم 43 سه سال میشه و وطن در جنگ رفته است. از این قسم یک, 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 یک کشور و امی نیروی امنیتی که هست شما قبول بکنیم که این نیروها تلفات میتن این نیروها با معاش بسیار کم تکفلدار یا شایباتی حداقل ده نفر الا و حساب سه نفر از فامیل خود هستند. اگر یارا ما بگوییم که ولی یا کمکار هستن نه منتها یک چیزی که من میخوام به دولت پیشنیاد بکنم و عبارت از این است که ثبات کدری را حفظ کنه مثلا وزیر داخلی آذربایجان امسال سی سال میشه که وزیر داخل است مثلا وزیر دفاعشان امیر رقم یک کسی یک تعمیر دیزاین میکنه نقشه جور میکنه و ایره مهندس میاره تمام اسباب زیر میگیره می، می تکمیل میکنه و تداب زیر میمونه می یک دست اون که بالا میشه او تعویز میشه دیگه وزیر میاد ما این مدت کار کرده خودم ابدا از وزیر دیدیم این مساله بسیار آسیب میزنه نیروهای امنیتی را یک وزیر میاد با یک دیدگاه دیگه وزیر میاد کلا دیدگاه از اون منتفی میکنه دیدگاه خودم میخواد که تطبیق کنه که او تایی که دیدگاه از اون به صفحه کاغذ برسه نوشته شوه و او وضعیت سیاسی این کار باید نشود خاصتا وزارت دفاع ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت داخله حالا یعنی ما شخصا خودم مبدا 18 وزیر تیم این مسلکی است یا سیاسی است و برخورد شخصی است وزیر سیاسی همیشه سیاسی میباشه پوزیشنش سیاسی است تغییر و تبدیلش اما نهادای معاونین این باید کلگی ادمای استراتژیک باشه که نسبت به پلیس دیدگاه داشته باشه استراتیجی خود ترتیب بدن به وزیر بدن وزیر او را بگیره تایید کنه با برابر رئیس جمهور با برابر شورای وزیرا بودجه بگیره سپورت کنه همین تغییر و تبدیل چقدر به اساس شما میگین عبد 18 وزیر تجربه کردین چقدر به اساس کارکرد و شایستگی و کارنامه و اینا بوده و چقدر سلیقه شخصی حتی قومی و سمتی بوده آقای یارمند خو خب بسیله وزرای که تعیین شدن امی پلیس یک علم کلان است و در پلوی زی یک مسلک است ما در پولیس امی اکنون حدوداً یک هزار نفر اقتصادان ضرورت داریم ما فعلا اقتصاد جرمی در افغانستان بیداد میکنه اما پلیس ما به این ظرفیت نرسیده که یا کسی باشه در رئیس جرایم اقتصادی که اقتصاد جهانی بفهمه اقتصاد منطقه‌ای بفهمه اقتصاد کشور خودش بفهمه و این دسترسی داشته باشه به با ها درست و بتونه به حساب اقتصاد جرمی تعقیب کنه والله اصلی به استثنای سه پس مردم حق دارن که انتقاد بکنن درست این خالیگاه ها باید پر شوه آقای یا خالیگاه باید پر شوه اما در جنگ در حالتی که شما در جنگ قرار دارین بسیار چیزا از پشتان میمانم ما در یک حالت بسیار بد هستیم هم بند بوت خود باید بسته کنیم همزمان باید بدویم این حالت حالت سخت شکر. است ورسجی خب اگر وضعیت چنین است خوب... خوب است که حکومت مردا یا مسئولان بیان به اطراف بکنن به مردم که وضعیت از کنترل تقریبا خارج است و تواناییشون به اندازه است که مردم میبینن و تواناییشون <تصفح> به اندازه است که روزانه تجربه میشه در شهرها ببینین مینیس چالش های اساسی را که فراراه مشکل امنیتی در شهر کابل بود مینیس برشماردن یک چالش بسیار کلان بحث بس نبودی کامرای امنیتی هوشمند در شهر کابل است با وجودی که بلای انگفت دی کشور آمد و مصرف شده رفت اما هنوز شهر کابل به نون پای تخت سیاسی یک کشور مجهز با کامرای هوشمند امنیتی نیست که اقدامش را اقدام ششونیم روی دست گرفت و عملا کار نصب کامرای امنیتی را ما شروع کردیم در سه که بعد هم تمام ادامه در سه اوزه تمام شده که چون ما به اساس اولویت بندی های را که به اساس آمارای جرایم به آمار عملات توریسی در صورت میگیره اولویت برو اوزا ما دادیم برخی ها گفتن که او برق نداره کابل چونه کمره امنیتی نصب میشه این کامرا مجاز, می بینن؟ مجاز, با سیستمی است که تا 12 یا 24 ساعت یا در خودشان چار ثبت سبت میکنن به خاطر گرفتن تصویر و دیگه که وقتی واقعی اتفاق میفتید پلیس به خاطر جرمیابی ناگزیر بود برای بحث دست پیدا بکنه اما تا اکنون اکثر بلند پلازا و فروشگاه بزرگ بزرگی که در شهر کابل بودن مجاز به کامرای شمند امنیتی نبودن که در نهایت ششونیم خوشدار بسیار تند داد و تمام صاحبان بلند منزل و پلازا که در شهر کابل و سپر که عملا فعالیت میکنند کامرای امنیتی نصب بکنند یک مشکلی چهارش کلام فرارای جرمیابی در شهر کابل برای پلیس و ادارات امنیتی افغانستان بود اما بحث دیگه ای که در اینجا نیست که هنوز ما نتانده داشتیم تا کنون یک سیستم مرکزی درست و جامعه که ما نیاز ما زمانی که تغییراتی چی در سطح حوزه و چه در سطح رهبری پلیس با وجود میاست سیستم خودش اتومات کارآمد کارآمدی داشته باشه و کار پیش ببرم ششونیم است پایه و اساس سیستم را بگذار. ما در شهر کابل شناسایی از حلقات مجرمین نداشتیم. ما توانستیم در 6 شونیم بیش از 8000 مجرم را در شهر کابل شناسایی بکنیم. یک شهر که 8000 مجرم داره در خودش پرورش میده. و این 8000 مجرم اکثریت اینا سر گروه های باندای مجرمی هستند. این فکر بکنین اگر 8000 مجرم 8000 دیگه را به خودش تربیت بکنه چقدر شما دارین مردما ملامت میکنین آقای ورسجی یا نه کاری کار حکومت است که جلا را شرب خب اینمی نتایج کارکرد ششونیم است که تانسته به اینمی نتایج دست پیدا ششونیم یک بخش جدا از حکومت نیست دیگه درست است کوی نیست حکومت است که عملا انجام امنیتی نیست کار حکومت است که عملا انجام نیست ششونیم نه تشکیل مجزا از بعضی چه داره و هم کدام تیم دیگه است که بیاد ششونیم کار بکنه همین آمری اوزا هستند همین قماندان های پلیس است رئیس امنیت است شاروالی کابل به خاطر نظم شهری است که عملا از اول چیزی که شما دارین میگین نقیسه هاست که دارین برمیشمار دارین یعنی خب این کشور ای ای بود و این نواد ها پر از نقیص هست و معیوب است درست اون نقیص بود که وجود داشت ما نباید سر پوش بگذاریم اون نقیص بود که وجود داشت ما آرام آرام از این بعد باید خود من را بکشیم که اساس و پایه گذاشتن از این بنبست را ششونیم گذاشته هم در بحث کامرای امنیتی هم ام در بحث پاسپورت صاحبی یک مشکل بسیار کلان دیگه که هنوز در شهر کابل نهادهای امنیتی ما تا چند وقت پیش که بله. ما عملا پاسپورت صاحبی را آغاز نکرده بودیم نمیدانستند که کی در کجا زندگی میکنه و سیستم نفوس شماره کابل در چه سطح هست علاقات جرمی در کدام موضوعات بیشتر هستند یک مشکل بسیار کلان بوده هیچ شهر دنیا شما سراغ ندارند که راپور مشخص استخباراتی از او شهر نداشته باشه که کیا داخل شهر شدن کیا از شهر بر آمدن این عملا ششونیم روی دست گرفت واسه پاسپورت صاحب یک بوجی انگفرن در قبال داشتم و ایر ششونیم کرد به خاطر رفت از این بس دیگه ای که بیشترین تورایی که در شهر کابل چه تور هدفمندانه بوده صورت گرفته با واسطه موتورسایکل صورت گرفته که ششونیم تا است که تا حد مهار بکنه بحث موتورسایکل را یک مشکل بسیار کلانی که در شهر کابل حاکم بود در تمام شهرهای افغانستان خصوصا شهر کابل با بحث جرمزایی و استفاده گروه توریستی بحث موتور بدون اسناد بود موتور جرم را اتفاق میفته توسط موتور فرار میکرد مجرم اما وقتی که پلیس مراجعه میکرد به اداره ترافیک به اساس شناسنامه یا مستندی را که موتر داشت یا نمبر پلیتی که داشت اداره ترافیک هیچ اسنادی در اختیارش نداشت چون موتر بدون اسناد بود ترتیب پیش از ششونی قانون جنگل بوده در کابل مشخص و در افغانستان خب حالا خب خودتون قضاوت و قضاوت برمیگرده به شما که ما در ششونی چه کارهای بنیادی را کردیم که اگر کسی پس از ما میآیه از یک کار دیگه شر صورت گرفته باشه متاسفانه یک مشکل بسیار کلانی بود ما عملا نمیاله در در ولایت های ما بحث جرمایی که صورت میگیره شما روزانه راپورایشو نمیشنوید به اساس مطرای بدون اسناد است توسط مطر بدون اسناد صورت میگیره در جرم یابی اما منبع عامل اصلی جرم یک اصل است اینجا مهم است پیشتن که در وزارت داخله قبلا کار نکردند وقتی که ما جلوی عامل اصلی را نگیریم برای ما سخت است که ما بتوانیم به نطفه علاقات جرمی دست پیدا بکنیم ما یک نمونه بسیار کوچک را میگم که پلیس ما توانسته یک حلقه بسیار کلانی را پیدا بکنه که در ساخت ما اینا چسبکی یا دست داشتن که صحیح. در مرحله انکشاف و زمانی که ما به انکشاف نهایی دست پیدا کردیم ما قبول کنیم تمام چیزهایی را که شما گفتین نتیجه ولی رضایت بخش نیست به مردم نتیجه را آن چیست که در شهر میبینیم روزانه خونی چند نفر ریخته میشه درست است در شهرهای کلان جلال آباد دیدیم کابل را میبینیم هلمند را میبینیم قندهار را میبینیم و همین گونه در بخش های دیگر کشور روزی در این شهر در این کشور حجازسه نخواهد اتفاق بفته که روز ما به سال دائمی برسیم اما در این جای شک نیست که ما نباید دستاوردا و کارکرد نیروی امنیتی ما را نادیده بگیریم اینا صادقانه تلاش میکنند ما و پیشتر برتون گفتم که چندین شبکهای تروریستی تا هنوز توسط اداره امنیتی ملی افغانستان گرفتار شده و اکثریت از یا کسانی بودند که قبلا از زندان گروه از از زندانیای 5000 زندانی, زندانی بودند که آزاد شدن و دست به فعالیت توریستی میزنند این پیشرفت نشان میت. اگر امینالا ما چند روز که خدا را شکر در گیری انفجار ماینای چسبکی و ماینای کنار جاده و ماینای استقامتی نیستیم این یک معجزه خلق نشده اینجا یک پشتکار بوده اینجا یک تلاشی بوده و اینجا یک دستاورد بوده که خدا را شکر ما یک چند هفته است که آرامش روحی و جسمی داره از لحاظ ماینای چسبکی و ماینای کنار جاده سپاسگزار آقای یارمند خب نه شهری وجود داشته نه بنیاد نه زیربنای نه نهادی نه هم کردی تمام چیزها در شش و نیم پایه شده حالی دارن از صفر تقریبا آغاز شده اگر چون این بوده باشه شما هم یک وقت عضوی حکومت و این نظام بودین پس چی می شما و دیگر ها؟ همین برنامه را که در میزاق امنیتی ما مطالعه کردیم این برنامه ها بود اما حمایت و یک اراده قوی سیاسی زعامت مملکت کمتر دیده می شد. بله این برنامه نیم برای پلیس افغانستان، برای شاروالی، برای امنیت ملی یک اعتماد به نفس بسیار قوی بخشیده که اینا را در برابر امو امو قوی ترین ها و جنایتکارهایی که اونا به عنوان متنفذ، به عنوان کلان، به عنوان کسایی که پلونشین مقامات بودن این مردم ها یک مقدار قبض داده شدن و اینا پولی حتی ترافیک هم خودش شناخت این کار کار خوب شده و هر یک از آنچه موادی که در برنامه شش و نیم مسجل هست هر کدامی از این زمانگیر است مردم افغانستان بسیار میخوان عاجل همه چیز صورت بگیره چون آسیب میبینن هر روز بله. میشن بله حالا مثلا شما اگر بخواین شهر کابل مکمل در کبری کمره بگیرین این اواز یک سروی بکار داره بعد از اینکه شما ایره سروی کردین دقیق که چقدر کمره بکار داره بالاخره شما میروین به طرفی تدارکات آه که پولی از ایره پیدا کنین منابع از پیدا کنین بالاخره ایره خریداری میکنین بالاخره متخصص قوای بشری که ایره بتونه از این استفاده کنه ایره باید پیدا کنین خلاصه ای که هر چیز امو یک زمان میگیره یک وقت میگیره این اطوری نیست که مثلا همه کار به حساب یک با یک بارگی با وقت مراد باشه این برنامه ششونیم رویم ام رفته امی راجستر وسائط با عقیده من نه تنها موترها چی شوند راجستر شوند و پلیت برسند را بایسکل داده شود کراچی داده شود کراچی زبالکش داده شود همه چیزی که د این شهر تایر داره باید برای ازی پلیت باید داده شود از اداره ترافیک باید مجوز بگیرند در تمام دنیا اگر معمول است موضوع دیگه مسئله مردمی سازی امنیت است در مردمی سازی امنیت هم برنامه بسیار این حوازات پول دادن و حوازات به دست باز تانستن که یک مقدار در خصوص مردمی سازی امنیت برنامه داشته باشن من پیشتر عرض کردم چون در عمق قیامی قضایه هستم بله یعنی من از امی ریشه میفهمم که چرا افغانستان ناامن است و چیگونه افغانستان باید امنیت شود همین چیگونه امنیت شود را بگوین حالا امنیت, امنیت, امنیت شود بله. اول امی است که ما کسایی که در افغانستان سیاست مدار هستن اینا سیاست های معیوب است خب اینا نمیتوانند غرایز سیاسی خود را تعدیل کنن با هم تفاهم کنن نزدیک شوند به این اساس خب یکی دیگه خود را متهم میکنه مصروف یک دیگه خود هستن به این اساس محال است که ما به طرف یک امنیت مطمئن بریم در در, در اختلافات سیاسی همه پدیده ها رشد میکنه درست. مثلا یک کسی اختطاف میکنه با دیگار یک دیگ نفر سیاست مدار است یک کسی به حساب آدم میکشه مثلا خسرو یک کسی است یک کسی یک چیز دیگه این رقمی چتر در صورتی که ما نهادسازی سازی بکنیم بالاخره ما از این محل واقعه با بررسی محل واقعه و حفظ اینمی آثار جرمی و از شبکه میرسیم ای یک فضای سالم کار داره تمام واقعاتی که در اگر انتحاری است اگر انفجار است هر چیزی که است نقص کلانی است که مثلا نمی تیمی بررسی محل واقع مجال بررسی پیدا نمی کنه این مردم هیچ با مکلفیت ندارن تراکم میکنه یک هزار نفر جمع میشه در دیگه دنیا طوری نیست در امریکا یک آهو از بالا یک ارتفاع بلند در سرخ خیز کرده بود و موتر زده بود ما دو ساعت مطل ماندیم که پلیس بیا یک آهور کشتوری ای را زده بررسی کنه و موتر توقف کرده به هر صورتش ما از هر تو نیست که نقص نداریم نقص زیاد داریم اما در ارتباط نیروهای امنیتی انصافا و انصافا اگر شما دقت بکنین یک دگروال پلیس چند ماش داره صحیح. و یک 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 پلیس پلیسان ماش داره اینا شو و روز جانشان برآمده از از, از از تلاش از زحمت اما میشه تا یک سپاس. حالت که ما باید تکنولوژی را در طرح. چوکات میارای حقوق تعریف کنیم پلیس هم بخش قوای بشری ماهر بسازیم دشتر. و هم از لحاظ تکنولوژی دشتر. آره مجهز آقای کنیم یارمند، آقای یارمند تغییر و تبدیلی ها در نهادهای امنیتی انتقاد کلان دیگری است که در سطح کلان در سطح بزرگ و رهبری که سیاسی است در خورد سیاسی میشه سلیقه‌ای میشه شخصی میشه و به اساس کارکرد نیست چرا این مسئله هیچ ای گاهی از میان برداشته نشده؟ چرا همین اتهام اگر نادرست است حکومت ثابت نساخته؟ چرا اگر درست است جلوش گرفته نشده؟ با تغییر و تبدیل های سطح کلان رهبری و حکومت برمگرده به نظر به قانون اساسی افغانستان جز سلط رئیس شمور است اما در بحث مدیرت های رئیس خصوصا در بحث پلیس و امنیت ملی که حوضایی که قوت های اجرایی دارن و عملا یا در صاحب فعالیت میکنن ششونیم تانسته را کنترول بکنه و تغییر و تبدیل را اساس گذاشته یک ناکامی یا یک خیانت خب، این تا زمانه که یک مسئول عوضه یا مسئول یک بخش واحد پولیس مرتکب خیانت یا, خ... یا ناکامی مطلق نشوه ما معتقد به تبدیلی نیستیم چون تبدیلی در طول تاریخ افغانستان کارساز نبوده و نتیجه بخش هم نبوده خب تبدیل, تبدیل اکچرال افتاد ولی کسی تغییر و تبدیل شد؟ خب بعد از ششونیم اگر بعد کدام از کدام نمونه وازش بله ما چندین آمی را تبدیل کردیم امه. با معتقد به تبدیلی به خاطر نیستیم که تا زمانی که ما اساس را درست نگذاریم تا زمانی که نقشه را را ما اساساً به شکل بر اساس میارای پولیس اساس گذاری ممنون فرصت پایان یافته تبدیل آنی که اساس نبوده و نیست آقای ورسجی و آقای یارمند از حضور هر دو سپاس گذار و...